سلام دوستان، از من پرسیده بودن که یه توضیح کوتاهی راجع به انواع آب‌های آشامیدنی و یا آب معدنی در آلمان توضیح کوتاهی بدم. برای دوستانی که تازه میان همیشه یه مشکل جدی هست، چون اینجا بعضی آب‌ها گازدار هستن و بعضی ها بیگاز. حالا من اینجا همه نمونه‌هاشو براتون آماده کردم و با هم دیگه می‌بینیم که از کجا می‌تونیم متوجه بشیم یک آب چطور هستش. خب اول این یکی، نگاه کنید، به آب معدنی میگن ناتورلیشس مینرال واسا، و به آبی که گاز نداشته باشه و یا همون آب معدنی که خیلی شبیه آب‌های معدنی هستش که ما در خارج از آلمان استفاده می‌کردیم، به اینا میگن استیل و یا شتیل. هر دوتا رو میگن استیل، شتیل. اینا آب‌های معدنی هستن که گاز ندارن. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه میتونه مثل این باشه که روش نوشه ناتورل و نوشه اون کولنزویره. اینجا رو نگاه بکنید، موقعی که میگه اون کولنزویره یعنی بدون گاز. حالا انواع مختلفی هم هستش. اینجا یه نمونه دیگر رو داریم، اینجا نوشه ناتورلیشس مینرال واسا و این نوشه کلاسیک. درسته آبهای کلاسیک آبهایی هستن که گازدار هستن و گاز سنگینی دارن، یعنی در از آبهای سودا، آب معدنی های سودا و یا گازدار هستن. اینا رو نباید با هم دیگه اشتباه بگیرید. حالا یه مدل کمتر از اون حالت کلاسیک، حالت میدیوم هستش. میدیوم آب گازداریه که گازش کمتر از این یکی حالت کلاسیک هستش. نگاه بکنید، در از اینها میت کولنزویر هست، یعنی گازدار هستن. یه مدل آب هم هستش که آبهای معدنی هستن که مزه‌دار هستن. میبینید مثلا یکی با مزه سیب هستش، بعضی آبها هستن مزه سیب یا پرتقال دارن. یه توضیح کلی بود راجع به انواع آب‌ها. امیدوارم از این ویدیو کوتاه لذت برده باشین. اینو برای اون سری از دوستان گفته بودم که سوال پرسیده بودن. تا ویدیوهای بعد و درس‌های آینده، بدرود دوستان عزیز.